هفته گذشته دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی مشق اربعین در مرکز هنرهای کشمیر افتتاح شد این رویداد هنری سالانه به مناسبت اربعین شهادت امام حسین علیه السلام برگزار می شود و هنرمندان از سراسر جهان با خلق آثاری بدی ارادت خود را حضرت ابراز می دارند. توجه شما را به دیدن گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می نمایم. نمایشگاه بینن مللی هنر مشق اربعین در کشمیر به مناسبت اربعین حسینی آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش رسانه های محلی این نمایشگاه هنری با حضور هنرمندان بینن مللی و با هدف به تصویر کشیدن مفاهیم مرتبط با اربعین و آشورا از طریق هنرهای تجسمی، خوشنویسی و عکاسی برگزار شده است. این نمایشگاه که هر ساله با آغاز ماه سفر در مرکز هنرهای کشمیر برگزار می شود، فرصتی برای هنرمندان ایجاد می کند تا از طریق آثار هنری خود به تبیین مفاهیم حزن و سوگواری برای امام حسین علیه السلام بپردازند. هدف اصلی این نمایشگاه استفاده از هنر به عنوان ابزاری برای ابراز ماتم اندوه برای امام حسین علیه السلام است که تأثیر گذارتر از روش های سنتی مانند شعر و مرسی خانی بوده و احساسات بازدید کنندگان را به گونه ای و متفاوت تر بر این نمایشگاه به چهار بخش اصلی خوشنویسی، هنرهای تجسمی، عکاسی و شعر تقسیم شده است. در بخش خوشنویسی آیاتی از قرآن و جملات عربی به زیبایی خطاطی شده بودند که هم از نظر بصری دارای جذابیت بوده و هم حاوی مفاهیم عمیق معنوی بودند به باور هنرمندان در نگارش و خلق چنین مفاهیمی روح انسان باید پاک و خالص باشد تا بتواند معنای حقیقی پیام آشورا را به مخاطب منتقل کند نکته جالب توجه در این دوره از نمایشگاه استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش عکاسی بود. هنرمندان با استفاده از تکنیک های نوین دیجیتال تصاویری نوآورانه از مفاهیم آشورایی خلق کردند که بازتابی از تغییر احساسات و درک مفاهیم آشورا در دنیای مدرن است. این نمایشگاه هنری نه تنها یادآور وقایع کربلا بلکه بر تجربیات و احساسات زائران اربعین در دنیای امروز نیست تمرکز دارد و به عنوان پلی بین گذشته و حال بازدید کنندگان را به تعمل در مورد ارتباط معنوی با امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا فرا می‌خواند.